همکارم نیکی محجوب اینجا در استودیو همراه ماست. نیکی، خبرها رو دنبال میکنه. میشه اول یه جزئیاتی بگی از بامداد امروز به وقت تهران شروع شده، یه جزئیاتی از کلیات اتفاق برای ما بگی؟ رضا، اون چیزی که اتفاق افتاده ما میدونیم اینه که خب انفجارهایی در یک خط لوله اصلی که از کنگان شروع میشه و به سطح کشور میره اتفاق افتاده در دو منطقه. یعنی این دو منطقه‌ای که گفته میشه به معنی دو تا انفجار نیست، این در دو تا منطقه اتفاق افتاده که خب روستاییان و شهرنشینانی که در اون محدوده بودن شنیدن. منطقه اول گردنه حلوایی سراح بلداجی در چهارمحال بختیاری بوده، منطقه دوم قادرآباد خرمبید در صفاشهر استان فارس. در این دو منطقه انفجارهای رخ داده که به گفته خود مقامات خب باعث قطعی گاز و اینها هم شده. اما اون چیزی که مسئله است اینه که مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز عنوان کرده که این دو نقطه بوده، در صفاشهر و بروجن. وزیر نفت هم گفته در دو نقطه بوده که خرابکاریش صورت گرفته. از اون طرف بر اساس گزارش هایی که شده، تأکیدی شده بوده قبلا بر اساس نامه‌ای که داده شده بوده از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی به خامنه‌ای و رئیسی در مورد احتمال در هر حال اقدامات خرابکارانه، تهدید امنیتی و فرسودگی شبکه گازی که در موردش صحبت شده توی اسنادی که منتشر شده. و میشه گفت آن چیزی که وزیر نفت داره بهش اشاره میکنه درباره خرابکاری که ازش اطلاع داشتن همین اسنادیه که منتشر شده. گزارشایی هم در مورد قطعی گاز از چند استان رو من نام بردم، اوضاع چطوره در؟ ببین، قبل از اینکه بیام اینجا با هم صحبت کنیم، دست کم 35 تا روستا در سمیروم اعلام کرده مدیریت بحران استان اصفهان که گاز ندارن، گازشون قطع. در استان زنجان، در لرستان، در خراسان شمالی، در البرز این وضعیت ادامه داره، در آذربایجان غربی هم همچنین. در خراسان شمالی غیر از ادارات که گفته شده بود خب گازهاشون قطع شده، مدارس رو غیر حضوری کردن. اون چیزی که هست خب گزارش‌های مختلفی داره از شهرها یا روستاهای متفاوت در سطح کشور میاد در مورد افت فشار گاز یا اختلال یا قطعی، ولی آن چیزی که تا الان میتونیم بگیم اینه که بر اساس اون در حال گزارش‌های رسمی که داده میشه، استان زنجان، خراسان شمالی، لرستان، اصفهان، آذربایجان غربی و البرز استان‌هایی هستند که پس از این انفجار دچار اختلال یا قطعی گازند. مرسی از تو نیکی محجوب، همکارم.